صوفیان میگن که برای که جبریل علیه السلام اولا به شریعت نازل شد، وقتی که ظواهر شریعت ثابت شد یه چیز دیگه نازل کرد که حقیقته. این بزرگترین دروغ تاریخ تصوفه، یکی از بزرگترین دروغ های تاریخ تصوف در میان عوام هم خیلی رایجه که آقا ما یه چیز داریم به نام شریعت، چیز داریم به نام حقیقت. با این الفاظ مردم رو فریفتن، با این الفاظ هرچی بگی شر شر اینا رو میگه بنداز دور. وقتی که شریعت مستقر شد، حقیقت مقصود و حکمتی که انتظارش میرفت از اعمال شریعت این نازل شد که اون عبارت از ایمان و احسانه. و رسول خدا صلی الله علیه و سلم باطن شریعت را به بعضی از اصحاب آموخت. همش دروغ ایناست، ترهات اینا، اینها اساس اسماعیلیگری، اساس درزیگری، اساس همه بد مذهبان و بی مذهبان شده که بعدا به طور کلی از دین خارج شدن. که منبع شوم اینها همش تشیعه. بعد میگه که اولین کسی که علم صوفیان رو ظاهر کرد و سخن گفت سیدنا علی بود و از طرف رسول خدا اونها رو نقل کرد. این همش ادعای بی اساسه، ادعاهایی است که هیچ اساسی از قرآن و سنت نداره. بخار معده خودش نقل میکنه، خودش ادعا میکنه. اینو جمرت الاولیاء و علام اهل التصوف از حسینی، منوفی حسینی جلد 1 صفحه 122 نقل میکنه.